دین اسلام به اساس وحی استوار است، به این معنی که وحی از جانب پروردگار آمده و پیغمبر بزرگوار اسلام و از آنجا به امت و بشریت رسیده است. دین اسلام تکمیل کننده سایر ادیان است، به این معنی که جهل، نادانی، افراطیت، قتل و کشتار و حتی گوشنشینی و یا ترک دنیا حرام دانسته شد و سایر ادیان از خرافات کشید. دین اسلام دین روشنگری، علم و معرفت است، زیرا که اولین حکم دین برای بشریت یا برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توسط جبرائیل آمد که اقرأ به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگاری که آسمان و زمین را خلق کرد. بنابراین اساس دین علم است و اشاره به خواندن است و نوشتن است و فهمیدن است. بنابراین هیچ ازمی به اندازه دین مذهب نمیتواند روح را تلطیف نماید. اما دین چه وقت خطرناک شده میتواند؟ زمانی که عقیده انسان زیاد باشه، علم و معرفت و دانشش کم باشه، دین به نقطه خطر یا شخص خطرناک میرسد، که متاسفانه افراد و اشخاصی که در کشور ما هستن از علم و بخصوص زبانی که زبان عربی زبان دین است بی خبر هستن. آنچه که برشان رسیده بیشتر نقل قول است و اکثر عقیده مردم فرهنگی هستند. به طور نمونه اکثر مردم رو شنیده بودند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته بود دنیا ملبتر است، در حالی که حقیقت نداشت. مردم به زبان عربی دسترسی نداشتند و آنچه که از ملاها میشنیدن قبول میکردن و بدرنگ قبول میکردن، در حالی که در حدیث مبارک وقتی که مراجعه میشه که یوم البتر به توی نوشته شده، یعنی زندگی شما یوم البتر هست، هر روز طرح زندگیتان زیباتر، بهتر و شما رو به پیشرفت و انکشاف باشین، به این شکل آمده و این تحت لفظی معنی کردن به زبان خود ما که رسول خدا گفته دنیا ملبتر است، یعنی دنیا بدتر میشه، در حالی که همچون مثال ها بیشتر در کشور ما رواج است که از آن چیزی که در ابتدای صدر اسلام برای مسلمانان بشارت شده بود برعکس و معکوسش رساندن. و همچنان دین اخلاق است، تربیه است و دیسپلین خانوادگی در بشریت است. بنابراین دین کوشش کرده که انسانها را بر راه درست راهنمایی کنه، راه روشنتر، بهتر و آسانتر، و به می ترتیب دین اخلاق در جامعه، اخلاق در خانواده، تربیه و ادب و احترام است. بنابراین دین رکن اساسی زندگی هم است. ما یک فیلم را با شما شریک می سازیم یا ویدیو را با شما شریک می سازیم که جناب محترم حبیب مایار رئیس افغان طولانه از امریکا با ما فرستادن که ازشان تشکری میکنیم. در این ویدیو آنچه که در مورد شب زفاف است توضیح و تشریح شده و بسیار ضرور است که جوانان و والدین گرامی این مطالب را به دقت گوش بدهند و سرمشق زندگی خود قرار بگیرند، در اغوا و در فریب بسر نبارند. وقت شما را زیاد نمیگیرم، این ویدیو را با هم به تماشا میشینیم. لطفاً با ما باشید.